و سومین مسئله استون هست که استون تولید میشه. خب اینها وقتی که تولید میشه یه سری خواصی تولید میکنه که ما به این مرحله میگیم مرحله کیتوسیس. پس ما در واقع دو تا مرحله داریم، یکی مرحله کیتوسیس داریم یعنی تبدیل چربی به کیتوبادی، و یکی مرحله دوم مرحله بهش میگن کیتو ادپتیو داریم که میاد این کیتوبادی ها تبدیل میشه به انرژی. حالا چه خاصیت هایی میتونه داشته باشه؟ خاصیت اول اینه که چربیه جنابالی داره سوخته میشه و به تناسب اندام خودت میرسه، جاهایی که حالت سلولیت شده، بافتای ریز چربی داخل بعضی از اندام ها به وجود اومده، آب میشه، سوخته میشه، کبد چرب نابود میشه. داستان جالبی که توی بحث کیتو داریم، ما اکسیژن زیادتری داریم نسبت به سوخت هیدرات کربنی. به این حالت هست که شما وقتی که قند میخواد سوخته بشه به اکسیژن زیادی احتیاج، دقیقا دو برابر سوخته شدن چربی تو سلولا به اکسیژن احتیاج. تو سوخت کیتو اکسیژن کمتری احتیاج برای تولید انرژی و نتیجه گیری میکنیم که اکسیژن بیشتری تو بدن ما وجود خواهد داشت. پس خواب خیلی خوبی رو کسایی که رژیم کیتو دارن نسبت به کسایی که رژیم هیدرات کربنی دارن اونا دارن، چون اکسیژن بیشتری داخل بدنشون وجود داره. بحث دیگه که وجود داره توی بحث رژیم کیتو مسئله خستگیه. نگاه بکنید با کمال تعجب میبینید که خسته نیستید. چرا؟ به خاطر که شما وقتی 1 گرم چربی میسوزه 9 کیلوکالری انرژی میده، در صورتی که وقتی 1 گرم قند میسوزه 4 کیلوکالری انرژی داره. یک مطلب. دوم مطلب اینه که تو سوخت هیدرات کربن انسولین میاد بالا، 2 مرتبه میاد پایین، 2 مرتبه بعد بره بالا، و این حالت تناوب و موج سینوسی رو که شما میبینید و این هی شارژ خستگی شارژ خستگی، در صورتی که تو سوخت کیتو ما اصلا با انسولین کار نداریم و این انرژی در بدن هست، به صورت سوخت متناوب در بدن ما هست. دانشمندان در آمریکا تحقیق کردن رو قواسایی که سوخت کیتو داشتن و قواسایی که سوخت هیدرات کربنی داشتن، با کمال جالب و کمال تعجب که حالا نمیتونم بگم چون باید بوده میبوده، نگاه میکنم ببینن چقدر جالب که این قواسایی که سوخت کیتو داشتن دقیقا 2 برابر قواسایی که سوخت هیدرات داشتن زیر آب میموندن. یه چیز جالب دیگه ای که تو سوخت کیتو وجود داره عزیزان اینه که ما تولید آمینو اسید بوتیریک اسید یا گابا رو داریم. تولید گابا در سلولای مغز خیلی عالی زیاد میشه تو سوخت کیتو. این گابا یه مونوترانسمیتره، در واقع جزء عوامل کاهش دهنده است، یعنی ضد استرابه، ضد افسردگیه. و کسانی که سوخت کیتو تو رژیم غذایشون لحاظ میشه اینها خیلی شادابتر و خیلی روانتر هستن نسبت به کسایی که سوخت هیدرات کربنی دارن. کسایی که سوخت کیتو دارن اینها با دیابت نوع 2 100% خداحافظی میکنن، چون اصلا ما دیگه تو سوخت کیتو کار به انسولین نداریم، پس دیگه مقاومت به انسولین هم نخواهیم داشت. با چربی خون خداحافظی میکنن چون چربی ها داریم میسوزونیم، با تریگلیسیرید خداحافظی میشه، با ناراحتی عروقی قلبی عروقی خداحافظی میشه. و چیز جالبی که دانشمندان بهش رسیدن اینه که سوخت کیتو باعث میشه که آنتی اکسیدان های بیشتری تو بدن به وجود بیاد و جلو گیری بکنه از کیا؟ از رادیکال های آزاد که عامل برانگیختگی دی ان ای سلول ها هستند
و باعث ایجاد کانسر یا سرطان خواهند شد. ممکنه سوال پیش بیاد بگن خب تو خانوما آقایون چه تفاوتی میتونه داشته باشه؟ هیچ مشکل نه. تو خانوما اتفاقا بیشتر سوخت کیتو جواب میده. چرا که درصد حجم چربی خانوما 13%، آقایون بین 3-4%. نه، برمیگرد به دوره باستان، زمانی که قارنشین بودیم، زمانی که مردها میرفتن به شکار و یه انرژی یک مرتبه میخواستن و بقیهش استراحت داشتن، و این زنها بودن که با بچه ها دائم سر و کله میزدن و کار داشتن و انرژی متناوبی رو بدنشون میخواستن. پس رو خانومان رژیم کیتوسیس اتفاقا بیشتر از آقایون جواب میده. اما اینکه ما چجوری شروع کنیم این رژیم رو، اگه بخوایم این رژیم رو استارتش رو کار کنیم، هفته اول خیلی سخته. هفته اول رژیم کیتوسیس فوق‌العاده سخته، چون شما از هیدرات کربن میخواید سویچ کنید روی چربی. اولا شما باید در نظر بگیرید که عمل فستینگ رو انجام بدید. عمل فستینگ چیه؟ عمل فستینگ در واقع یه نوع روزداریه. مثلا شما ساعت 8-9 شب که شامتون خوردید دیگه غذا مصرف نکنید تا ظهر. البته این رو برای کسایی که مشکل دستگاه گوارش دارن توصیه نمی کنم، اول بعد معده‌شون رو درست کنن، اون بحثش جدا. ولی شما میتونید نوشیدنی استفاده بکنید، آب، چای، قهوه میتونید استفاده بکنید. حتی قهوه‌تون رو میتونید با خامه درست کنید، چایتون رو با شکلات تلخ میتونید مصرف بکنید، آب جوش، آب سرد میتونید مصرف کنید. داستان به این صورتی که شما وقتی غذا شب میخورید دو مرتبه ممکنه انسولین بکشه بالا تا 2 ساعت هست. این تو بحث موقعی که سویچ رو هیدرات کربنه، تا 2 ساعت این اتفاق میفته، نهایتاً هی میاد پایین بدن میره سراغ، یعنی شب که شما خوابید بدن آرام آرام میره به سمت سوخت کیتو. یعنی اول میره سراغ گلیکوژن هایی که داخل کبده، بعد کم کم میره سراغ چربی ها تا صبح. اگر صبح رو نخوردی تا ظهر و فعالیت داشتی، شروع میکنه دیگه سوخت کیتوه، یعنی شروع کنه چربی ها رو میکشه بیرون. شما تو افراد روزدار دیدی دقیقا ساعت 1-2 بعد از ظهر دهنشون بو استون میده، یعنی دقیقا داره سوخت کتون روی سلولای بدنشون انجام میشه. ما چی کار کنیم؟ عمل فستینگ خیلی کمک میکنه به بحث لاغری. دومین مطلب چیه؟ دومین مطلب این که عزیزان سعی کنید میوه‌جات و سبزیجات رو بیشتر مصرف کنید، ولی میوه‌جاتی که کم شیرینه، مثلا حالا خربوزه، موز، انبه، انگور شیرین، خب مراقب باید باشید دیگه. سبزیجات و مصرف سالاد رو ببرید بالا. سالاد رو با روغن‌های سالم، مثل روغن نارگیل خوراکی، روغن کنجد، روغن زیتون، روغن هسته انگور، روغنهایی که حاوی امگا 6 بیشتر، چون روغنهای امگا 6 خیلی قدرت لینولئیک اسید در واقع، یا هم قرص لینولئیک اسید کنجوگم هست داخل داروخونه، یا خود هم روغنهایی که امگا 6 خیلی باید تو روغن هسته انگور خیلی داره این چیز رو، روغن کنجد که لینولنیک داره، امگا 3 داره، اینا خیلی کمک کنه. روغن نارگیل که پالمیتیک اسید داره، یه ترکیبی است از روغن‌های اشباع و غیر اشباع، این رو سالادت کار کن و پروتئین داخل سالادت کار کن. من در پست‌های مختلف سالادهای پروتئینی چربی رو براتون به اشتراک خواهم گذاشت که بتونید ازش به عنوان غذا استفاده کنید و لذت ببرید. حالا داستان اینجا اینه که شما وقتی میاد سالاد میخورید، ببین بعضی غذاها، اینو نمیگم، اینجا میخوام اینجوری میگم، ما بدن ما
انرژی که میخواد معمولاً 60 تا 70 درصد انرژی به صورت BMR هست، یعنی انرژی که فقط برای نگهداری بدن هست، برای زنده ماندن بهش میگن انرژی BMR. 60 تا 70 درصد انرژی میره برای این، 10 درصد انرژی مال سوخته شدن خود غذاست. بعضی از غذاها مثل سبزیجات و میوه‌جات برای اینکه هضم بشن یکم انرژی بیشتر میگیرن. همین خودش خوبه، یعنی کمک میکنه به لاغری. وقتی شما سالاد میخورید، سبزیجات مصرف میکنید، این انرژی خودش میخواد تا خودش سوخته بشه، پس اون 10% تو میکشه. البته بین 10 تا 30% انرژی هم که برای فعالیت‌های